کلام خدا ما رو تشویق میکنه که او رو با ساز و آواز بپرستیم. من جیلبرت هستم، مجری این برنامه. در برنامه ساز و پرستش هستیم و میخواییم خدا رو با همدیگه بپرستیم. در این برنامه شما میتونید اشعار یا سرودهایی رو که نوشتین رو بفرستید و ما بعضی از اونها رو اجرا خواهیم کرد، و یا میتونید صدای خودتون رو ضبط بکنید و به صورت MP3 اون رو به ما بفرستید و بعضی از اونها رو ما پخش خواهیم کرد. خدا شما رو برکت بده. بیایید با همدیگه خدا رو بپرستیم. خدا رو شکر میکنیم به خاطر این فرصت که میتونیم با همدیگه خدا رو بپرستیم. بیایید همین کار رو بکنیم و با هم بگیم: آرامش و شادی یافتم در هر چیزی که میبینم شگفتی است. آرامش و شادی یافتم در هر چیزی که میبینم شگفتی است. نه ابری در آسمان، نه تیرگی قلبم، چون مسیح مرا محبت می کند. روز و شب با محبت چشمه ای در قلب من شده جاری، چشمه آب حیات که می بخشد زندگی، پر از الفت و مهر منجی ما. در اوج شادی و پیروزیم با روح پر جلالش، مملو از قدرت الهی که بخشد توانایی در برابر هوس‌ها، هوس‌های زود گذر این دنیا. راه‌های او چقدر عجیب است، نتوانم با کلمات بگویم. کار عظیم او بر صلیب جلجتا رهانید مرا از بند گناهان. امیدی که من به او دارم، چون پس از مرگ زنده شد از مردگان، تا ابد در حضورش او را خواهم پرستید، به خاطر آن نجات عظیمش. در اوج شادی و پیروزیم با روح پر جلالش، مملو از قدرت الهی که بخشد توانایی در برابر هوس‌ها، هوس‌های زود گذر این دنیا. با هم دیگه با صدای بلند بخونیم: آزاد شدم، آزاد شدم با خون او، آزاد شدم با خون او، آزاد شدم با خون او، از روح القدس پر شدم، از هر گناه پاک شدم، آزاد شدم. یک بار دیگه: آزاد شدم با خون او، آزاد شدم با خون او، آزاد شدم با خون او، از روح القدس پر شدم، از هر گناه پاک شدم، آزاد شدم. نجات یافتم به فیض او، نجات یافتم به فیض او، نجات یافتم به فیض او، از روح القدس پر شدم، از هر گناه پاک شدم. نجات یافتم، تعمید یافتم با روح او، تعمید یافتم با روح او، تعمید یافتم با روح او، از روح القدس پر شدم، از هر گناه پاک شدم. تعمید یافتم، یک بار دیگه: تعمید یافتم با روح او، تعمید یافتم با روح او، تعمید یافتم با روح او، از روح القدس پر شدم، از هر گناه پاک شدم. تعمید یافتم. آمین، آمین. خدا رو شکر. خداوند عیسی مسیح ما رو آزاد کرده، همطور که خوندیم ما رو نجات داده، ما رو تعمید داده، و بند آخر رو نخوندیم، ولی میگه شاهد هستم به اسم او.
و در سرود قبلی بسیار زیبا بود، میگه در اوج شادی و پیروزیم. ما به عنوان مسیحیان در اوج شادی و پیروزیمون هستیم و این فقط یک بیانیه هست که به ما داده شده. این بیانیه شادی هست، بیانیه پیروزی هست که در مسیح ما داریم. نمیخوام بگم در مسیحیت، در مسیح، چون که ما به مسیحیت نچسبیدیم، ما به خود مسیح چسبیدیم. و در مسیح قدرت هست، در مسیح قوت هست و در مسیح نور هست و آزادی هست. قبل از هر چیز میخوام بگم که عزیزان، ما با دو تا ساز اینجا کنسرت نمیدیم، این پرستش هست و دوست داریم که شما با ما همصدا بشید هر جایی که هستید، با صدای خوب و بد فرق نمیکنه، بخونید برای خداوند و با هم دیگه بپرستید. و در این حال میخوام تشکر بکنم از دوست بسیار عزیزم هراک که با ما هستن، از دوستان بسیار بسیار عالی من هست و شبان کلیسا هم هستن در زن و با فروتنی خدمت میکنن. یوحنا باب 8 میگه عیسی باز به مردم گفت: من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. عیسی مسیح نور جهان هست و اگه ما در او باشیم در تاریکی نیستیم. در تاریکی عزیزان ترس هست، در تاریکی شادی نیست، در تاریکی معمولا اطمینان نیست، ولی در عیسی مسیح اطمینان هست، شادی هست، قوت هست، جشن و شادی هست. در قلب من باشد جشن و شادی، در قلب من باشد جشن و شادی. با صدای بلند بخون: آزادم کرد مسیح، باشد مرا هادی، در قلب من باشد جشن و شادی، در قلب من باشد جشن و شادی، در قلب من باشد جشن و شادی. آزادم کرد مسیح، باشد ما را هادی، در قلب من باشد جشن و شادی. یک بار دیگه: در قلب من باشد جشن و شادی. بخون با صدای بلند: در قلب من باشد جشن و شادی، آزادم کرد مسیح، باشد مرا هادی، در قلب من باشد جشن و شادی. و این هست دعای ما که آتشی در قلبم برافروز، آتش روح القدس، و بگذار روح القدس مرا پر سازد، در قلب من آتشی برافروز. با هم دیگه بخونیم: آتشی در قلبم برافروز، آتشی در قلبم برافروز، بگذار روح القدس مرا پر سازد، در قلب من آتشی برافروز، آتشی در قلبم برافروز، آتشی در قلبم برافروز، بگذار روح القدس مرا پر سازد، در قلب من آتشی برافروز، آتشی در قلبم برافروز، آتشی در قلبم برافروز، بگذار روح القدس مرا پر سازد، در قلب من آتشی برافروز. آمین آمین. عزیزان امروز ما اگه از روح القدس پر نشیم، اگه از کلام خدا پر نباشیم، دنیا خیلی زود ما رو پر میکنه. ما مثل ظرف‌های خالی هستیم که باید پر باشیم، باید از یک چیزی پر باشیم. خیلی از وقتا بعضی از ما از خودمون پر هستیم. ظرف زندگی ما فقط ما توش هستیم. بعضی از وقتا خودمون رو خالی می‌کنیم و از خداوند پر می‌شیم. خیلی از وقتا خالی شدیم ولی از دنیا و لذات و هوس‌های دنیا پر می‌شیم. ولی چقدر زیباست که از خداوند پر باشیم. یعنی زندگی ما پر از خداوند باشه. در اون صورت هست که ما میتونیم پرستندگان واقعی باشیم. در اون صورت هست که ما میتونیم بگیم: ای خداوند، من تو رو با تمامی جان و دل میپرستم، چون که تمامی زندگیت از خداونده و برای خداونده. کولوسیان باب 1 هست اگه اشتباه نکنم، از آیه 15 به بعد میگه:
مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و نخست زاده و بالاتر از همه مخلوقات، زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است، و بعد توضیح میده منظورش چی است از آسمان و زمین، میگه همه از طریق او آفریده شده. ولی اینو میخوام بگم که میگه جاشو گم کردم صبر کنید، که میگه قبل از او همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیله او با هم ارتباط پیدا میکند. او سر و منشأ بدن، یعنی کلیساست. خداوند همه چیز را آفریده، نه فقط از طریق او آفریده شده، بلکه برای او آفریده شده، و در او هست که همه چیز با هم دیگه میاد و ارتباط برقرار میکنه. امروز شما اگه زندگی دارید در جسم، در روان و در روح، در خداوند ارتباط این سه بسیار قوی میشه. یعنی در جسم شما پرستش میکنید با قوت، با تمام جان، منظور با افکارتون، با احساساتتون، با ارادتون، و در روحتون پر از روح القدس هستید. پس روح و روان و جسم با همدیگه در ارتباط، در اتحاد خدا رو میپرستن، و این هست پرستشی که خداوند از ما انتظار داره. بیایید بخونیم: عظیم است خدا، عظیم است خدا، شکوه شاهانه پوشیده در جلال، جهان شادی کند، جهان شادی کند، سراپا در نور است، تاریکی پنهان است، لرزد از آقایش، لرزد از آقایش. همه با هم بخونیم: عظیم است خدا، سرایید عظیم است خدا، بنگرید عظیم، عظیم است خدا. شکوه شاهانه پوشیده در جهان، شادی کند، جهان شادی کند، سراپا در نور، تاریکی پنهان است، لرزد از آقایش، لرزد از آقایش. عظیم از خدا، سرایید عظیم خدا، بنگرید عظیم، عظیم از خدا. یک بار دیگه: عظیم از خدا، عظیم از خدا، سرایید عظیم از خدا، بنگرید عظیم، عظیم از خدا. یه دعا کنیم. ای خداوند، تو رو شکر میکنیم به خاطر عظمتت، به خاطر زیباییت، به خاطر اینکه تو بهترین و عالیترین هستی و بهترین ها رو و بالاترین ها رو برای زندگی ما میخوای. خداوند، تو در این حال که پدر هستی، پادشاه هستی، پس ما هم احترام بسیار والایی برای تو داریم، هم محبت و عشق پسرانه و یا دخترانه، چرا که تو پدر ما هستیم و ما در تو حل میشیم. خداوند، ما در تو میمانیم، ما میخواییم بچشیم تو رو، ببینیم که تو نیکو هستی، همطور که کلام تو میگه که بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. ای خداوند، ما میخواییم این احساس فرزندی رو نه فقط بدونیم، بلکه بچشیم و حس بکنیم. خداوند، خیلی وقتا شاید احساس میکنیم که از تو دور هستیم، ولی امروز دعا میکنم که به ما یادآوری بکنیم که ما فرزندان تو هستیم. تو پادشاه هستی ولی پدر هستی، تو عظیم هستی و پر از محبت پدرانه. پس خداوند، برای عزیزانی که این برنامه رو نگاه میکنن در همین لحظه دعا میکنم با قوت روح القدس، با مسح الهی، با مسح آسمانی، خداوند فرود بیا و پر کن قلب شکسته رو،
دلهای شکسته رو خداوند ترمیم ببخش، شفای روح و روان و جسم رو در همین لحظه سرازیر کن از آسمان. خواهش میکنیم درهای آسمان رو باز کنه خداوند، برکات سماوی رو خداوند از تو میطلبیم، نه برکاتی که زود گذر هست، بلکه برکات روحانی، آرامش، شادی، محبت، بردباری خداوند، پرهیزگاری، اینها رو از تو میخواییم، احتیاج داریم خداوند، محتاج تو هستیم. ای پدر بیا و ما رو در آغوش خودت بکش، ای پادشاه بیا و در قلبهای ما سلطنت کن. ای پدر، ای پدر، تو رو دوست داریم و تو رو شکر میکنیم که ما رو که نالایق بودیم با فیض و محبت خودت به فرزند خوندگی پذیرفتی. عظیم از خدا سرایید، عظیم از خدا بنگرید، عظیم عظیم از خدا، عظیم از خدا سرایید، عظیم از خدا بنگرید، عظیم عظیم از خدا. آمین. خدا رو شکر میکنیم به خاطر فیضش و محبتش. شعری هست از کیانگین، اسم بسیار زیبا و منحصر به فردی دارید، کیانگین، بسیار زیبا نوشتید. این البته ملودی هم با خودش داره، بیشتر حالت سروده تا اینکه شعر، ولی ما به دلیلی فقط شعرش امروز میخونیم. اینطور سرایدن: ای مسیح خداوند، نامت را جلال دهیم ما، ای خدای مجسم، مهرت را پاسخ دهیم ما، می پرستیمت با تمام دل، با قوت و جان، هللویا، نیایش ما، حمد و ثناها از برای توست، هللویا. ای خالق کائنات، امید تمام هستی، ای سرور کلیسا، اتحاد ما تو هستی، قیامت از قبر در روز سوم پیروزی ماست، هللویا، اعلام کنیم ما فیض عظیمت در خون عیسی، هللویا. بسیار زیبا نوشتین، بسیار غنی هست. من خیلی دوست داشتم اون قسمتی رو که میگید ای خدای مجسم، مهرت را پاسخ دهیم ما، پرستش ما، همینطور که شما بسیار زیبا گفتین و نوشتین اینجا، پرستش ما پاسخی است به مهر خداوند. من همیشه اینو گفتم، محبت خداوند از آسمان به زمین فیض هست اسمش، محبت ما از زمین به آسمان اسمش پرستشه. فقط ما انعکاس میکنیم اون محبت رو که خدا داده، کار خاصی نمیکنیم. این انعکاس پاسخ ما هست، بسیار زیبا و منحصر به فرد. من تا حالا نشنیده بودم که پرستش به پاسخ تشبیه بشه. و می پرستیمت با تمام دل و با قوت و جان، از کلام خدا گرفته شده، جایی که وقتی به عیسی مسیح گفتن که بزرگترین شریعت چی هست، بزرگترین فرمان رو خلاصه کرد در یک جمله، که خداوند خدای خود را با تمام جان و دل و قوت محبت نما و همسایه خود را نیز مثل خود. پس داستان مسیحیت داستان محبته. وقتی به صلیب نگاه میکنیم محبته، وقتی به قبر خالی نگاه میکنیم پیروزی هست، و خدا رو شکر که محبت و پیروزی امروز میتونه در زندگی تو برادر و خواهر عزیز من کار بکنه، و اینها شعار نیست، حقیقته، چرا که خداوند از راه فیضش آمرزید گناه ما. خداوند از راه فیضش آمرزید گناه ما، به عمق‌های دریا انداخته او هر جرم و خطا،
منبع محبت اوست، بس رحیم با خصم و دوست، تبرئه کند خاطی را، شود به جایش فدا. زیر قدرت کلیسا در دعاست و اتحاد، رحم و بخشش مسیحی میرساند این مراد. منبع محبت اوست، بس رحیم با خصم و دوست، تبرئه کند خاطی را، جود به جایش فدا. چون به سویش با دعا رویم با حمد و ثنا، گوید او برگرد به آنجا که شکستی قلبی را. منبع محبت اوست، بس رحیم با خصم و دوست، تبرئه کند خاطی را، شود به جایش فدا. خطایای مردمان، او نیامرزد گناه را، در جهان بینیم زیان. منبع محبت اوست، بس رحیم با خصم و دوست، تبرئه کند خاطیرا، تبرئه کند خاطیرا، تبرئه کند خاطیرا، شود به جایش فدا. آمین آمین. خدا رو شکر میکنیم که این کار رو برای ما انجام داده. خداوند از راه فیضش آمرزید گناه ما، و کلام خدا میگه به عمق دریا انداخته. اگه واقعا عیسی مسیح اینو درک کرده که برای تو چیکار کرده و چقدر تو رو محبت کرده، اون موقع تمامی قلب و جانت رو تسلیمش میکنی. باز میگم کامل نیستیم، نخواهیم بود هیچ وقت، ولی لااقل هدف ما اون خواهد بود، کاملیت هدف ما مسیح خواهد بود. ولی بدونیم که اگه در مسیح هستیم و اگه تصمیم گرفتیم که مسیح رو پیروی بکنیم، در نور باشیم، از تاریکی به دور باشیم، در اون صورت بعد این رو بدونیم که گناه از دید خداوند پوشش یافته و خداوند گناه تو رو نمیبینه، بلکه عیسی مسیح رو میبینه که در تو هست و عیسی مسیح کاملا پاک و قدوس هست. برای همین است یکی از دلایلی که ما پرستش میکنیم و با تمام جان و دل پرستش میکنیم اینه که خداوند به گناه من نگاه نمیکنه، خداوند حتی به خوبی من نگاه نمیکنه. اگه در عیسی مسیح هستی، عیسی مسیح مثل یک چتره، اگه در زیر پوشش عیسی مسیح هستی، وقتی از بالا خداوند نگاه میکنه، عیسی مسیح رو میبینه، نه تو رو، نه خوبیاتو، نه بدیاتو. او تنها راه هست. یک بار دیگه این بند اول رو و بندگردان رو میخونیم و از همین الان میخوام خداحافظی کنم از شما عزیزان. تا برنامه بعد، خدا شما رو برکت بده.
خداوند از راه فیضش آمرزید گناه ما، به عمق‌های دریا انداخته او هر جرم و خطا. سر قدرت کلیسا در دعاست و اتحاد، رحم و بخشش مسیحی میرساند این مراد. منبع محبت اوست، بس رهی با خصم و دوست، تبرئه کند خاطیرا شود به جایش فدا.